درود و مهر بیکران بر شما. احتمالاً برای شما پیش اومده که بعضی از این لامپ‌های LED روی این اینورترها کار نمی‌کنن. شما یک اینورتر ساختید یا از کسی گرفتید ولی می‌بینید لامپ LED روشن نمی‌شه. ساخت اینورترها خیلی ساده است. یک ترانس می‌خواد، سه سر. فرقی نمی‌کنه چه ولتاژی داشته باشه. 220 ولتش به عنوان خروجی، سه سر رو یک مقاومت بین 300 تا 500 اوم به پای سمت چپ بزنید. یکی از سیم های کناری رو به پای وسط ترانزیستور، این سیم میشه ولتاژ مثبت و پایه سمت راست ترانزیستور میشه ولتاژ منفی. ترانزیستور NPN. شما میتونید از 13 تا صرف 9 استفاده کنید. من اول این مدار روشن میکنم و بعد دلیلش رو براتون میگم که چرا بعضی از لامپ های LED روشن نمیشه. ولتاژ منفی رو به اینجا میزنم، پایه سمت راست ترانزیستور. ولتاژ مثبت در اینجا. این لامپ روشن شد. ولی بعضی روشن نمیشن. دلیلش خیلی ساده است. اول فرکانس مدار رو بگیریم. پراپ منفی به امیتر یا پایه سمت راست. پراپ مثبت به کمک گیره سوسماری میخوام به پایه بیس متصلش کنم. مولتیمتر رو در حالت هرتز قرار دادم. مدار روشن میکنم. ببینیم چه فرکانسی داره. 59 کیلوهرتز داره نشون میده. کمی متغیره. پس بالای 50 کیلوهرتز. درون لامپ LED. روی صفحه LED ها هستن، داخلش یک مدار هست شبیه این مدار. مشکل اصلی اینجاست، پول دیود. دیود های معمولی شبیه این 1.407 غالبا تا 1000 ولت رو تحمل میکنن، ولی فرکانس اونا 1 کیلوهرتز. کمی بیشتر هم میتونن تحمل کنن. یه پول دیودی شبیه این ولتاژ بالایی رو تحمل میکنه، ولی تا چه فرکانسی رو میتونه تحمل کنه؟ مشکل دقیقا همینجاست. ما الان فرکانس 50 کیلوهرتز داشتیم، خروجی این مدار هم 50 کیلوهرتزه. آیا پول دیودی که در این مدار هست یا روی این مدار میتونه این فرکانس رو تحمل کنه؟ میخوام این عملا بهتون نشون بدم. من میخوام دو تا آزمایش انجام بدم. ما میدونیم که در لامپ های LED ولتاژ AC که وارد میشه اول DC میشه. گفتیم به کمک پول دیوده. یه مداری شبیه این داخلشه. بس ما با ولتاژ DC تو اینا کار داریم. من اومدم یک پول دیود رو برداشتم. یک بازر روش قرار دادم. اینا اسپیکر نیستن، بازرن. روی ولتاژ مثبت و منفی. حالا پایه های وسط پول دیود رو دارم سیگنال میدم به کمک دستگاه فانکشن جنراتور. الان شکل موج اول به شما نشون بدم. خب این شکل موج رو میخواییم وارد پول دیود کنیم. من میتونم فرکانس رو بالا ببرم. دقت بفرمایید. پس میتونم فرکانس رو از کم به زیاد تغییر بدم یا برعکس. میخوام همین کار رو پول دیود انجام بدم. یعنی فرکانسی وارد بشه که دیگه پول دیود نتونه اون رو یکسو سازی کنه. همین عمل توی لامپ داره اتفاق میفته. خب حالا باید چیکار کنیم؟ ورودی های پول دیود رو میخوام بهش سیگنال بدم. ولی قبل از این یک تست صدا انجام بدیم. اینم یک پول دیوده که روش بازر قرار دادم. اول سیگنال رو وارد این کنم. فرکانس رو کاهش دادم. به اسیلوسکوپ متصل نیست. خب بازر داره بوق میزنه. فرکانس رو به آرامی افزایش میدم. کیلوهرتز. دقت بفرمایید. حدوداً 16 کیلوهرتز شد دیگه صدا نداریم. شاید این سوال پیش بیاد که گوش ما نمیتونه بشنوه. در آزمایش بعدی ولتاژ گیری میکنم. دوباره فرکانس رو میبرم بالاتر.
در اینجا دیگه پولیوت به هیچ عنوان نمیتونه یک سوسازی انجام بده. این دلیلیه که لامپ‌های LED تو فرکانس بالا روشن نمیشن. حالا آزمایش اصلی. فرکانس رو کم میکنم. اسیلوسکوپ رو به پولیوت متصل میکنم. به ورودی های پولیوت. فانکشن جنراتور هم متصل میکنم. فعلا فانکشن جنراتور خاموش. مولتی‌متر رو در حالت ولت گذاشتم. به بازر متصل میکنم، یعنی خروجی پولیوت. به این حالت، یعنی الان ما هم صدا رو خواهیم شنید هم ولتاژ رو. فانکشن جنراتور روشن. الان رو فرکانس 168 هرتز هستم. صدا داریم، ولتاژ 1.5 ولت. فرکانس رو بالا میبرم. همچنان 1.5 ولت رو داریم، صدا رو هم داریم. دقت بفرمایید، ولتاژ کاهش پیدا کرد. فرکانس 16 کیلوهرتز. فرکانس رو بالاتر میبرم. ولتاژ 1.3. ولتاژ قطع شد. پس در فرکانس‌های بالا پولیوت دیگه نمیتونه یک سوسازی کنه. به خاطر همینه که لامپ‌های LED در فرکانس‌های بالا روشن نخواهند شد. خب من اسیلوسکوپ خاموش کنم. دیودهای معمولی شبیه این 1N4007 غالبا تا فرکانس 1 کیلوهرتز میتونن کار کنن. به خاطر همینه که در منابع تغذیه ما از دیودهای معمولی استفاده نمی کنیم، از دیودهای شاتکی استفاده می کنیم. ولی در این لامپا که قراره با برق شهر روشن بشن، با فرکانس 50 دیود شاتکی وجود نداره. به خاطر همین تو مدارات اینورتر این لامپا غالبا روشن نمیشن، چون دیودشون معمولیه. حالا به نظر شما آیا میارزه که من دیود اینو عوض کنم؟ به هیچ عنوان. یک راهی داره. ما اول باید بتونیم ولتاژ AC رو DC کنیم و ولتاژ DC رو در اینجا وارد کنیم. ولتاژ DC به پول دیود میرسه و به راحتی عبور میکنه و مدار روشن میشه. پس ما برای تغییرات یا تعمیر در یک مدار اول باید مدار رو بشناسیم. بعدن اقدام به تعمیر یا تغییرات در اون بکنیم. به خاطر همین من در تمامی دورهای خودم مدارات رو تحلیل و بررسی میکنم تا مدار رو بشناسیم و بعد از اون بتونیم تغییرات رو در اون اعمال کنیم. دوره مفاهیم پایه شبیه همین ویدیو هست، یعنی اصول پایه الکترونیک رو در اون شرح دادم. اگر نیاز به دوره تعمیراتی دارید، دوره مهندس آلیاری موجوده. این دوره تعمیرات برد لوازم خانگیه. من در دوره تعمیرات برد لوازم خانگی ویدیویی ندارم. ویدیوها مربوط به مهندس آلیاری هست، ولی تمام ویدیوهای دوره رو بررسی می‌کنم. مطمئن باشید که دوره خوبیه و به شما کمک خواهد کرد. آدرس وبسایت رو هم براتون می‌ذارم. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.